سلام، من ربکا ایستم هستم و در این برنامه ماهانه نبض تجارت از دبی با شما همراه هستیم. بریتانیا یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر بحران کرونا را داشته و حالا گرچه از قرنطینه 3 ماهه خارج می شود، اما هنوز برای مغازه‌داران روشن نیست که با وجود محدودیت‌ها چطور باید کسب و کارشان را از رکود در بیاورند، حتی در محله سوهو که مرکز رستوران‌ها و بارهای لندن است. خبر سبک‌تر شدن قرنطینه در بریتانیا گرچه صاحبان برخی مشاغل را خوشحال کرد، اما برای بسیاری مایه نگرانی بود. از 4 ژوئیه این اماکن با رعایت موازین بهداشتی بازگشایی می شود. هتل‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و بارها. اما صاحبان و کارکنان بسیاری از این اماکن در قلب لندن تقلا می کنند تا با فاصله گذاری اجتماعی کنار بیایند. قطعاً باید قیمت‌ها را بالا ببریم، چون مقررات خاصی را باید برای همه رعایت کرد، یعنی پاکسازی و ضد عفونی سازی دائمی، تهیه منوهای کاغذی و ماسک و غیره. همچنین وظیفه داریم بین مشتری‌ها فاصله بگذاریم. نمی‌دانم چه می‌شود، اما خوشبین نیستم. یکی از راه حل‌ها هم جالب است. بناست بخش‌هایی از محله سوهو موقتاً در تابستان به پیاده‌رو تبدیل شود. اکثر این مغازه‌ها بدون پیاده‌روسازی محل شاید درشان دیگر هیچ وقت باز نشود. اینجا با ساختمان‌های خالی شبیه شهر ارواح می‌شود و کسی هم برای تفریح به آن نمی‌آید. اما اگر حال و هوای گذشته را برگردانیم، اتفاقات زیادی می‌افتد. اول اینکه روح زندگی با مردم دوباره برمی‌گردد و دیگر اینکه کسب و کار دوباره جام می‌گیرد و همه امیدوار می‌شویم. بسیاری از بریتانیایی ها برخورد دولت کنونی با بحران کرونا را آشوب زده می دانند و سخت از آن انتقاد می کنند. شخصا معتقدم برداشتن قرنطینه در 4 ژوئیه کار ابلهانه است، چون یک شنبه است و یک شنبه ها همه مردم دیوانه وار می خواهند بیرون بزنند و خیابان از جمعیت می ترکد. اگر دوشنبه بود خیلی آرامتر از قرنطینه در می آمدیم. با همه این چالش‌ها برخی منتظرند تا دوباره کارشان را شروع کنند. اینجا در دبی نمایشگاهی غیرانتفاعی در همکاری با دانشجویان رشته‌های علوم پایه، طراحی و مهندسی 250 دانشگاه از 56 کشور دنیا برای مقابله با بیماری کووید 19 ابتکارهای نوین ارائه می‌کند. گلوبال گراد شو به توسعه فناوری‌های آینده‌ساز کمک می‌کند. ایده های برجسته تجارت را بسیار جلو می اندازند و گلوبال گراد شو نمایشگاهی رقابتی است برای مبتکران فردا. ما روی دانشجویانی تمرکز داریم که به دنبال راه حل هایی برای مشکلات اجتماعی و زیست محیطی اند. پس در آغاز این بیماری همگیر هم متوجه شدیم که گروهی آدم بسیار پرتکاپو داریم که کارشان راه حل یابی برای چالش های پیچیده بشری است. سازندگان محصولات برگزیده برای تولید محصول از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بودجه و امکانات دریافت می‌کنند. میزان خلاقیت و نوآوری این دانشجویان واقعاً تاثیرگذار است. از آمریکا و مکزیک گرفته تا چین و هند، وقتی استراتژی سرمایه‌گذاری شرکتمان را بازبینی می‌کردم، فوراً به این فکر افتادم که برای پشتیبانی از این بچه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. تا جای ممکن میکوشیم سراغ استارتاپ ها برویم و ارزش آنها را در بازار تقویت کنیم. در زمینه امور مالی هم کمکشان میکنیم تا قبل از ورود به بازار متوجه جنبه های مختلف کار باشند. این محصولات شامل بسته‌بندی ضد ویروس، سازنده ضد عفونی کننده و سامانه ای میشود که به کمک هوش مصنوعی وخامت احتمالی حال بیمار را پیش بینی میکند. در زمینه بیماری همگیر، اگر سامانه ما بخواهد به درستی پیش بینی کند، باید بتواند از داده های موجود یاد بگیرد. و سیستم ICU یکی از بزرگترین مجموعه داده ها را دارد. پس اگر از داده های پزشکی این بیماران یا بیمارانی استفاده کنیم که پیش از این دچار یک بیماری همگیر شدند، آنگاه تأثیر بیماری بر بدن را به دقت خواهیم دانست و قطعاً در آینده میتوان این تأثیرها را پیش بینی کرد. دبی از آنجا برای کار مناسب بود که اینجا ثبت سوابق پزشکی به شکل پیشرفته انجام میشود و میتوانند از داده های الکترونیکی بهره ببرند.
بسیاری از کسب و کارها در اثر این بیماری همگیر آسیب دیده و صاحبان مشاغل به دنبال راه حل‌هایی برای کنار آمدن با تأثیرات بحران کنونی‌اند. در همین حال گردشگری داخلی ایتالیا محبوب تر از پیش شده. نگرانی از بابت نبود گردشگران همیشگی به خصوص در مناطقی که کرونا در آن شیوع بیشتری داشته، گردشگری سازگار با زیست بوم را محبوب و اقتصاد محلی را تقویت کرده است. صنعت سفر و گردشگری در اثر بحران ویروس کرونا به سختی آسیب دید، به خصوص در ایالت توسکانی ایتالیا. اما هر روز ایتالیایی های بیشتری برای مسیر پیمایی و طبیعت گردی راهی این منطقه می شوند. امریکا امید به احیای گردشگری داخلی را تقویت کرده است. خوشبختانه طبیعت گردی مد شده و در حال رشد است و امیدواریم که مردم به خاطر شیوع کرونا هم که شده هرچه بیشتر از شهرگردی فاصله بگیرند و به طبیعت گردی روی بیاورند. بیماری همه‌گیر اخیر سبب شد که مردم نتوانند همه جا بروند یا به راحتی دور هم جمع شوند. اما رجوع دوباره به طبیعت شاید به این خاطر بوده که منزوی ماندن سبب می شود بفهمیم که در تنهایی هم می توان احساس خوبی داشت و وقتی که 3 ماه در خانه مانده باشیم می فهمیم که حالمان در طبیعت بهتر می شود. آنها امیدوارند که این بیماری همه‌گیر سبب شده باشد که برای تعطیلات استقبال از گزینه‌های تازه بیشتر شود. نوعی گردشگر آگاه دارد به وجود می‌آید که به محیط احترام می‌گذارد، کسی که از عادات گردشگر عادی فاصله می‌گیرد. پس با وجود اوضاع سختی که داریم، فرصت‌های تازه‌ای هم هست، آن هم در جاهایی که قبلاً نبوده، چون با گردشگران آگاهی سر و کار داریم که می‌خواهند در بهبود محیط زیست نقشی ایفا کنند. این چیز کمی نیست، چون این حرف‌ها هیچ وقت تا این حد مهم نبوده است. و این فرصتی است برای بازنگری مدیریت گردشگری در کشور. بگذارید اینطور بگویم که در ایتالیا گردشگری همیشه فعالیتی جانبی برای اقتصاد کشور بوده، پس هیچ کس تلاش نکرده مدیریتش کند. الگوی مدیریتی موفقی هم در این زمینه نداشتیم، پس این شرایط میتواند فرصتی باشد تا الگوهای توسعه شهری را متوازن کنیم. یعنی حتی در مناطق توریستی داخل شهر باید نسبت تعداد گردشگر و شهروند و سطح آسایش شهروندان متوازن باشد. و برای احیای صنعت گردشگری بازیافتن چنین توازنی حیاتی خواهد بود. این برنامه نبض تجارت هم به پایان رسید. برای آگاهی از تازه ترین اخبار و تحولات تجارت و سرمایه گذاری ماه بعد هم با ما همراه باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.